نایمد که میرسیم ای اومد چه عجب فایده نداره هر کارش بکنم درست نمیشه زنگ زدم گفتم اون یکی بیاره اینم با جره ثقیل بفرستیم بره صد بار گفتم این لگنا نیار ببین به چه روزی انداختیمون مسئله نشکشی نداریم بابا جون آخه جنازه فکر کنم دارن چیکار کنن چیکار کنن بچا دارین سوغات دبی رو بس از هدیه نداست بی
بیچاره از نازنین وایدا فقط یه کلا بهت رسید. نه عزیزم یه کلاه گشادترم سرم رفته. آخ بابا جون اگه ندا خانم قاپ ما رو نمیدوزید ما رو چه بیال بری آخه. میگم هومن جان، هومن جان میشه یه دونه از این کلاهای گشادم برای سر من پیدا کنی؟ آره خواهش میرم الهی. جهنم و زرر اینم هدیه ی رفقا. آره یواشتر دیگه بابا من جوونم کلی آرزو دارم اینجا اومدیم خوش بگذریم نیومدیم دنبال کفن و دفن و مرده کشی که نه دست تو دستت هست داغت به دل چی نامزده تو میذاره دستت من ترجمه کنم داغ تو رو به دل نامزدت نمیذاره چه زبونیه این بابا جون اینجوری که تو داری میری ملت به جای خوردن پلو عروسی مفته دیگه باید قیمه پلو عزامو بخورن آخه عجب قیمه ای بشه بنازم جمالشو دیدین چجوری سوسکه میکرد؟ اف که دستگان گره شما ترس باسه بیخیال آقا جون بیخیال بهونه نگیر بیخودی میگم ولی عجب رخشی بودا آقا به روز روز آقا فرید که نمیرسی چی کرو میگی؟ همه رخش ببینی همه رخش ببینی بارو پشش ببین که نشسته یه سیبیل تازه به دانسته ده بارو ببین دیگه میگم سیبیلشو به خاطر تو بزنی طرف مشکوک میزنه به خیالشیم بابا از این نوکیسه هاست یارو بهش میاد اهل برنامه باشه حال میکنین حالشو بگیرم بیخیال شو نادر گیر دادی یا داداش آتیش داری؟ همیشه اینقدر خوشمزده تشریف دارین؟ به به آقا بهزاد چطوری بهزاد جان؟ خوستم سامان جان چطوری؟ از خوبه شما کجا؟ اینجا کجا؟ بچه ها بیان بیان بچه ها خوبی؟ این هومنه فرید کاوه اینم آقا نادر گل خودمونه خوشحالم شاکر همه بچه های با حال بالا شهرم هستی شهربنده رفیق اگه میدونستم دوست سامانی نه داشت خیال نیست شما باید من رو باشیم با آقا بزا توی مهمونی توی زعفرانی هاش نشدیم پسر خاکی و اهل دلی خب بس بریم میبرم آزا نه 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 ممنون مزاهم نمیشه تعارف نکن میبریم بشیم همین دوره برای یه جا کار دارم باید برم مادم فقط یه استراحتی بکنم بعدم میبینم اتون خوش باشیم بچه ها
خدافظ خدافظ قربون تو خدافظ. آی نه این مدلش هم داشتی اون نگفتی نه اونجا رو اینا کجا پیدا شد؟ نکنه میخواد تلافی کنه. اونی که باید تلافی کنم مای محمق جون. تحویل بگی آفری یه دختر اینطوری رو کم کنه. من جای تو بودم شطور سواری رو میذاشتم کنار. بدنصب چه چشمکی هم میزنه بلاشراش. بسه دیگه بابا، تو کی میخوایی میخوایی ماشینه ببونه؟ بگو میخوای رانندهش. آقا پس چی شد این صبونه؟ مردیم از گشنگی فری جون. یالا بابا چرا خودت نمیری؟ من هوای آزادو دوست دارم. الهی قربونت برم، اما واسه باشی آب شوشات آسیب نبینه فداچم. ناده شورده داشت نمت چه بکش. بزرگترین مشکل زندگی من اینه که پدر مادرم یه ذره نازنازی بارم بود. شما کاری تر از من پیدا نکردین؟ اصلا جهنم زرار من میره واسه من کره اصل یادت نره. بچه ها اینا چه مرگشونه ها؟ اجازه بدین من میرم الان ازش بخورم. ایشین لازم نکرده بابا، از اون کلاهی که نامزده به داده خجالت بکش. بابا یکی باید مشکلشون رو حل کنه یا نه؟ اون اونجا چیکار میکنه؟ فقط میخواستیم ما رو درک کنه. تو نمیبینی داداش اون چه مخی کار گرفته؟ حالا شمال چیکار داریم؟ اونش دیگه به خودمون مربوطه. یعنی فضولی موقوف دیگه. نه بابا دل خور نشد، تو یکی از ویلاها مهمونه. خوش باله صابخونه؟ صابخونه منه. اه Good for you. دوستت بد جوری گیره این طرف شده. اونا تو نخ ماشین هم. فکر نکنم برق این ماشین بذاره شما رو ببینه. خوشم میاد هیچ رقم کم نمیاری. بعد میگم دخترهایی مثل شما زیادن، ولی همچین ماشینی کم گیر میاد. در هر صورت دست گربه نه به تونگ میرسه نه به ماهیاش. اینه که میدونم، هر تو شما بفرمایید. شهرونده که مورن از نفس فری مرخ کدومه با بگو قناری مورم دو داد. این کاره نیستی ها، دقیقا طولش دادی من فکر داری کفچه یارو واک بزنیم. خدا چه سایش خدا شکست. حال کردیم؟ مرغ کدومه؟ قناری چیه؟ بگین ماهی، اونم از نوع بدون تیغش. حالا هی بگین سامان این کاره نیست. ها وا ها 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 اوه اوه مار ملک رو تلفن شما.
به من زنگ زد. الو جانم. بله. صدا تو ندارم. الو الو. گوشی. بله. اوکی. باشه. آره. بابا قربونت. کجا رو نگاه میکنن اینا؟ آخ طبیعت زیبایی. چی میبینی؟ چی رو نگاه میکنن اینا؟ خوب حاله بابا. چه خبره؟ بی‌ظرفیت. از اینایی که من میبینم باید ترسید. بیان بیا سری صبحانه رو بزنیم تو رگ بریم. ولش کن مرشون نزنیم. بیا بیا راحت باش فرید جون. این دورو برای که من غزال رو نمیبینم. خدایش من یه تار موی مریمو به 100 تا این ارمایا نمیدم. خدایش میگم حالا حالا تام خیال برات ندارم چی محلی هم که بد نذاشتم. تو چی میگی ها؟ اینجور آدم ها فقط مایه درستن. باشه 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 ولش کن. باشه دلتم بخواد مایه هستم. ما که نفهمیدیم اینا کی بودن. نه به اون چراغ زدنشون نه به این کم محلیشون. خیلی کم از پشت کوه اومدیم. یعنی این آقا فری لک لک ها
که عشقشون قاف نداره، قاف نداره. خوشا به حال لک لک ها که مرگشون گاف نداره، گاف نداره. خوشا به حال لک لک ها که خوابشون واف نداره، واف نداره. خوشا به حال لک لک ها که لک لکن، که لک لکن. گل گلدون، گلدون گلدون من شکست در باف، تو بیا تا دلم نکرد فریاد. کسی قراره بیاد؟ نه بابا، این چند روزه ویلا قراغ منه. مله، ببخشید میشه چند لحظه تشریف بیارید دم در؟ بله، تشریف داشته باشه، حالمیام خدمتتون. احتمالا یکی از همسایه هاست، برم ببینم چه خبره. یه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره، نداره. دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره، نداره. چه جالب، بازم شما؟ آه، مثل این که امروز قراره ما یه بند بچه‌سی بریم. اختیار دارید، ما هم همچین دست کمی از شما نداریم. شاید هم از خوشانسی ماست. حالا چه امری داشتیم؟ قصد مزاحمت نداشتیم، فقط یه مشکل کوچولو. من کمک نمیخواستین؟ چرا شما پسر رو فکر میکنی ما اینقدر بی دست و پایین؟ اه؟ بابا شما بدهکارم شدیم دیگه، نه؟ قر نکن بابا، ببین منظورش اینه که ما خودمون میتونیم عوض کنیم، فقط جک نداریم. کسایی که ظرفیت باختو دارن بیان جلو. من که عمرن کم نمیارم، خوراکم پوزنیه. بیا اینجا چقدر جک و جونه ور داره بابا. بسه بابا، بسه، خفه شدیم. این همسایه فرید و بلعی. فرید که خوردن نداره، قول بدنم هرکی فریدو بخوره سه سوت بالا میاره. بیا اینم جک، امرو دیگه نداری؟ ارزی نیست، میتونید برگردید پیش دوستات. میگم بالاخره نمیخوایم به ما بگید چطور میونه این همه ویلا فقط زنگ ما رو زدین؟ ها، اگه بهم نگین فکر میکنم تعقیبم میکردین. ای بابا، تو حالا از کجا پیدا شد؟ اینا از کجا پیداشون شد؟ هیچی، میگه ماشینو پنچر شده جک نداریم. تو این شوخی کودکانه رو باور میکنی؟ جالب اینجاست که میگه اتفاقی زنگی ما رو زده. خر خودشونه. ببین واسه عجیب نیستش که تو همچین ماشینی جک نباشه. جک هستش، ولی اون جون قابلی که این جک رو بذاره زیر ماشین و شروع به پنچر. اون جون قابل از اون مال توه دیگه، نه؟ جک رو پس آوردم. بازم شما؟ آره، ولی این دفعه قول میدم که گربه بیازاری باشم. به در تو خورد؟ یه حقیقت تلخو باید اعتراف کنم، تعویض لاستیک کار ما نیست. کار ما که هست، بذارین ماشینو بیارم تو. آخه زحمت میشه براتون. نه بابا،
چه زحمتی. اینجا رو تعجب نداره نادر جون، همه شعاره، پشرم تارمار نمیکنه، چه برسه به این دراکولاهای شمالو. دراکولا چیه؟ بگو خوناشام. پاشین می تو حیاتو ببینیم بینم. پاشین. سلام، اینجا بده، چون نمیفهمه این داخل مزاحم نمیشیم، فقط تا پنچری ماشین رو میگیرن اگه ممکنه یه لیوان آب لطفا. پنچر شدین؟ خب بفهمه داخل تا تمام بشه، شربتی، چایی، چیزی بفهمه. جدی؟ بله بفهمه. احمق جون، تو فکر نمی‌کنی اگه غزال بیاد اینجا اینا رو ببینه ما چه خاکی به سرم بریزم؟ بی خیال، تو برو کمک کن، من زودتر تمشین شهرشون که هم کنم برن. حالا خب یه بار تو آقا چرا تعارف میکنید؟ بفهمید، خواهش میکنم بفهمید. راستش بابت آبروریزی توی رستوران دوستان واقعا شرمندن، قصد اسای ادب نداشتن. نه میان که هوا گرمه میخوان کولر رو بیشتر بکنن ها. نادر جان این کولر رو یکم پشت زیادتر کن. بودو. راستش بعد صادقانه به مهارتتون تو رونندگی تبریک میگم. همچی دست فرمون ما مثل یه خانوم. واقعا شاد. شما خودتون ماشین از اروپا آوردین دیگه نه؟ واقعا رانندگی تو خیابونای اروپا چه لذتی داره. خیابونی که نه چاله چوله‌ای داره، نه این دفعه آبر میپره جلو. نه آقا فریه، بفرمایید تو رو خدا، بفرمایید هندونه گرمش از دهن میفته، بفرمایید خواهش میکنم، بفرمایید. یه مهمون ناخونده داریم، اینو یادتون میاد بچا؟ از تو ماشین خانوما پیدا کردم. دستتون درد نکنه. سلام. خسته نباشید. تموم شد؟ بله، چه ماشینی هم شده، فقط یه عروس کم داره. مثل اینکه روزمرگی زندگی زناشویی هنوز آزارتون نداده. نه زندگی زناشویی؟ آره، خیلی با اشتیاق راجع به عروسی صحبت میکنید. احمقانه نیست؟ عروسی کدوم خانم، زندگی مشترک چیه؟ ما دل جلالت کارا نداریم، فعلا هم طولانی مجردی پرست. ای خالیبم، نامزدش تو بیمارستان اینجا ترشو میگذره، واسه خاطر نامزده هفته یه هفت بار میکوبه میاد اینجا. این آقا نادرم آخرین سفر مجردیشه، هفته دیگه شادومات میشه. اه مبارکه. محسن جون چرا رو درواسی میکنی عزیزم؟ تو که میخواستی خودتو بسازی. خب راحت باش، دوسته از خودمونه. آخه گفتم شاید بچه ها، شاید دوستامونم اهل بخیل ملاحظه ما رو میکنن. راحت باش، شروع کن، نترس. خیلی خوب، پس اونایی که اهلشن بیان جلو. چجوری منو نگاه میکنی؟ یعنی اینقدر صفر کیلومتری؟ ما رو باش، با کیا طرف شدیم؟ میدونین ما تو این خطا نیستیم، نه اینکه اهل حال نباشیم، ما یعنی چرا تو خطیم ولی تو این خطا نیستیم. من
ولی خب بعدمونم نمیاد که امتحانی بکنیم. مگه نه بچه ها؟ بهتون نمیاد این کاره باشین. چی کاره؟ ببین ما فقط خواستیم لطف شما بچه فیفیا رو جبران کرده باشیم. حالا اگه اینطوره مسئله نیست ما رفع زحمت میکنیم. بگیم پاشو بریم. یه دقیقه صبر کنین خواهش میکنم. ببینم بچه ها شما چتونه. بعد از مدت ها دور هم جمع شدیم یه حالی بکنیم. شانس آوردیم در تختم به همجوره. مهمون با صفا و با کلاس هم که پیدا کردیم. ها؟ بابا مگه آدم چند بار زندگی میکنه؟ تا شما از خودتون پذیرایی میکنی من با بچه های گپی بزنم ها؟ بفرم بریم پاشو آقاش پاشو پاشو به سر من پاشو من میرم ماشین خانمه رو یه چک بکنم. شما از خودتون پذیرایی کنیم. این بابوازی ها چیه؟ ماشین رو ندیدین؟ فخر فروختنشون رو ندیدین؟ بازم میخواین کم بیارین؟ ندیدین چه پوزخندی تحویل هم دیگه دادن؟ خب کشی ها؟ به خاطر خوشایندی خانوما بیایم خودمونو به لجن بکشونی؟ آقا فرید اینا مثل کورس گذاشتن تو جاده میمونه. کوتا بیای سوسکت کردم. نگفته بودی اهل بخی هم هستی آقا ساما. بابا بخیه کدومه؟ طالب بودیم خوش بگذرونیم دیگه. غیر اینه؟ اگه مریم بفهمه داغمو به دلم میذاره. آقا پس معلوم شد طرفدار نداره. جمعش کن ساما. چه جمعش کن؟ او بچه بازی در نیارین دیگه قضیه پوززنیه. ای 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 صاف وایستادیم دوتا دختر که همه جوره بهمون خندیدن بیان متلک بارمون کنن برن. تو چی میگی فرید؟ من از همه اولش هم با اومدن اینا مخالف بودم ولی ای خب بعدم نمیاد همشون روشون کم بشه وقتی فکر نکنن حالو هفشن بیم. چیه تو چرا بال بال میزنی؟ من خودم تو هر مهمونی تفریحی کشیدم ولی معتاد نشدم. یه بار که بابا اشکالی نداره. آره ولی از همین یه بارا شروع میشه. خیلی خب آقا شوخی کردیم بی خیال. نمیخواد به جون هم بیفتیم. ما رفتیم. حالا فهمیدین کیا بی دست و پان؟ به ظاهرتون نمی اومد اینقدر تیتیش مامانی باشیم پاستوریزه ها. اینجوری دیگه زده حال نخورده بودی. شما استاد حالگیرین به خدا. همون بهتر که رفتن. بابا اینجور آدم ها دنبال شهر میگردن. من هیچ ادعایی رو خودم ندارم. شاید همه اون چیزایی هم که گفت باشم. ولی به عنوان مرد زندگی غزال تیتیش مامانیه بی جربوزه نیستم. رفتن. بستاشون هم رو میز جا گذاشتن. مگه تو مامان نداری؟ الهی بابا نه. ببین چه کثافتکاری رو انداختی؟ مگه من مجبورشون کردم بابا؟ تو اون عوضی ها رو را دادی اینجا؟ بابا حالا مگه چی شده؟ حالی میکنن تموم میشه دیگه. به همین راحتی؟ نه بابا با کلی ناراحتی. چرا اینقدر موضوع رو بزرگ میکنی؟ بزرگم هست نمیگی گرفتار میشن؟ نه ترس بابا جون من عملی شدن جربوزه میخواد که بعضیا ندارن.
شما یه کاری کن، شما یه توپ پلاستیکی بردار اون بره حیات فوتبال بازی کن، شبم زنگ بزن به مامان جونت بگو مادر برا ماکارونی درست کن. بای مادر چه خبره اینجا؟ نمیدونم اون چی میگه. مادر دیگه از تو انتظار نداشتم بابا، لامصب هفته دیگه روسیته. تو نمیخواد نگران من باشی. نگران نباش، خر ما پل گذشته. تازه جواب آزمایشم هم هفته پیش اومده بابایی. ناده ناده شرط میبندم دل خودشم قش و ضعف میره منتها جرعتشو نداره. آقا سامان اسمش جرعت نیست، اسمش حماقته. باش دالا حماقت هلماره هلماره از که تو هر چی که اسمش هست منو گرفته. توپم کیفوره کیفورم. آقا دیگه جای من اینجا نیست. مصطفی که منم ات میام، من از این برنامه ها خوشم نمیام. نه بابا جون من خوشت که میام، من تو مثل هومن جیگرشو نداری. مثل این که زیادی نشه کردی داری تو اپرود سیر میکنی. آدم تو هفرود سیر کنه بهتر از اینه که انده ترسوهای عالم باشه. بابا جون مطمئنم جرعتشو نداری. نامردم اگه روی تو یکی بچه پرو رو کم نکنه. برو بینیم بابا، برو برو. هلماره هلماره اگه نیستی جمعش کنم. فقط دستاتو حسده می کنی به در آمرزیده من هیچ جا ما حسده می کنم. بارونه پشه داره بری خونه تو پدستگاه بری مامان حالت خوبه؟ سامان حالت خوبه؟ يا بس بودا فقط بودا باید نمیره. با خونش برنم یا
کلاس. وزش خرابه، باید لامپو تو قلبش بزنی. بیا برو زد قلبش. خب میتونم. یعنی چی؟ این کارو نکردم. یعنی من اون گشنه شدی؟ بیا برو زد قلبش. غزال اون داره میمیره. الان تو شیفتم مریض بدحال دارم. بدحال تر از این میخوای؟ بیا برو زد قلبش. میمیره. به نظری ما بدبخت میشیم؟ بیا برو زد. بابا مرد، یه کاری بکن دیگه. غزال همچین کاری نکردم. اگه تو نظری ما تاجه نظری حالت بدتر از این میشه. بیا برو زد. نمیتونم. من باید برم. گاچو! بیا برو گاچو. گاچو بیا برو. گاچو! یا یه کمک کنی، تلاشتو کنی، یه قشو بس کن، چی کار میکنم؟ بیرم شو برکن، کشو برکن کشی، یا یه برو زن. تو خودت شروع کرد خودت نموش بیا. من تا از این غلطا نکردم. مگه من از این غلطا کردم؟ ها؟ تو عوضی به روز شناختی خودم تموش کنی. بیرم 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 غلط کردم، فقط من نمیتونم، غلط کردم، اشتباه کردم، گم شدم. بگیر نه. چرا نه؟ باشو برو زن، باشو برو زن، یا برو زن لعنتی، یا برو زن بدیگم. خدا میزنم. مگه زده به سره؟ خفشو من قبل آخور زدم. به من مربوط نیست. من خواهی که صحبت کنه خودتو نکنی. اگه تو داخل آدم هم هستی آخر. میشه اینقدر این برون بر نری؟ میشه تو ما غزر مفلزه نه دیگه به جنگ هم مثل سگ به هم بپرید اگه خفشی میبینیم چیکار ما بکنیم؟ تو خفش و عوضی اگه گذاشته بودی برسونیمش بیمارستان الان زنده بود.
آره. پس میخوای همه کاسه کوزه‌ها رو سر من خالی کنی؟ آره. مگه تو یه عوضی مجبورش نکردی حیوان؟ بس دیگه تاماش کن، بس دیگه. انگش حماقت هر ستاتونه. من همه چیزو به پلیس میگم. تو چی گفتی؟ مگه قرار چیزی به پلیس بگی؟ احمق، میدونی چه برای سر رو میارن؟ شانس بریم اعتماد نکنن خیلیه. پس با این چیکار کنی؟ نمیدونم، هرچی به مغزم فشار میارم چیزی به ذهنم نمیرسه. فقط نمیدونم، کوچکتری اشتباهی بکنم کار همه همون تمومه. پس هیچ کسی هیچ فکری نداره ها؟ ولی من یه فکرهایی دارم. باید سر و ته قضیه رو هم بیاریم. اینو که همه میدونیم عقل کل. ما چجوری؟ اگه یه ذره رازدار باشیم میشه. فقط چیزی از این ماجرا نباید به بیرون درس کنه. اینو چی کارش کنیم؟ فکر اینم کردم. همینجا تو حیات دفنش میکنیم. چی؟ خیلی بیرحمیم. من نمیذارم سر این بیچاره همچی بلایی بیاری. آخه چطوری؟ همه اونو بابا دیدن؟ خانوادهش، اون دختره عوضی غزال همه میدونن. فکر اینا را کردم. به همه میگیم واسه همه یه کاری پیش اومد، برگشت تهران. به غزال هم میگیم بعد از تزریق آمپول حالش بهتر شد. شاکی از این بلایی که سرش آورده بودیم قهر کرد و رفت. چطوره؟ خانوادهش چی میشه؟ سامان بهتر از وضع خانوادش خبر داره. سامان چی میگی؟ شما نشه کردین، حالتون اصلا خوب نیست. بتن اکثر جات بالاخره باید به همه چی فکر کنیم دیگه. مامانش ایران نیست، باباش هم یه زن دیگه گرفته سیه خودش. آمزادش چی میشه؟ اون الان دبیه، رفته به خانوادش سر بزنه. فاک جواب ندا رو چی بدی؟ و من هر شب براش ایمیل میزن، هر شب. بین درخت های چیزی دیدم. چی؟ یه چیزی مثل یه سیگار روشن. خیالاتی شده. ولی مطمئنم یه چیزی دیدم. نکنه اون یاروها برگشتن. یاروها کیه؟ اون دخترها. اگه اونا برگردن که خودم دخلشون میارم. همه ی آتیش ها گور اونا بلند میشه. ای بی معرفت در رفت. کجا؟ چالار پر کنم و برگردیم. من تنها تو ویلا نمیمونم. نه نفهم بودم.
کاوه 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 کجایی؟ بیا کمک بابا، این تابلو بازی ها شه، بیا کمک کاوه. حالا این هم نصف شب شوخیش گرفته ها. بسه یواش سب کن 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 بیا کمک کن اینو بیاریم بیرون. بسه اون کیه؟ بابا این نصف شبی سرخر کجا بود؟ چی بابا جون؟ کوهل ماشینش خراب شده، گفت تا تعمیر کار بیاد اینجا بمونه. خب موازش من دوب ندیا. بله کابه کجاست؟ نمیدونم، آمدم ویلا هم نبود. به چی دیگه؟ فردا باید را بیفتیم دوبار این رو جمع بودیم. خب موازه باشه. خب شهرمنده رفیق مزاحمتون شدیم. اختیار دادی داداش. پس بقیه کجا؟ سامان اینجا هست و ماشینه. خب موازه باش، موازه باش، یواش یواش. من گفتیم بقیه کجا؟ یا باش یا باش باتوس وا سامان چه شده؟ هیچی، سامان میخواست اومده ببره ترمینال، خبردار شدین تصادف کرده. البته خدا را شکر اومد هیچی نشد، رفت ترمون. آخه شنبه بعد بره خدمت به خاطر همین. آری از آسمان بر نمیا؟ نه داداش، شما ماشین درست. یواش یواش بذار مبلو بری. یواش 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 باش بلو بر. این کابه کجا غیبه سرد؟ اگه گیرش نیاریم بطه همه رو آبه. چه ها؟ هیچی نباید میذاشیم تا این یارو به این ویلا باز بشه. طوری نیست، ماشینشو درست کنه گورشو گم کنه. اینی که من میبینم حالا حالا سفره پهن کرده. تعجبم از اینه که با این حال خرابش چطور نبردینش بیمارستان. میگم خیلی بد شدم چه اتفاقی افتاد، تازه داشت بهتون خوش میگذش. چه اتفاقی؟ همین تصادف دیگه، خیلی عالی بود. بهتر از اون تحمل توی عوضیه آشغال. بله سلام، مومن چطوره؟ حالش بهتر شد؟ چف چه فرق واسه تو میکنه پرستار نمونه؟ تو جای من بودی چی کار میکردی؟ همون کاری که تو کردی. ببین تو واقعا حرف نداری، ولی من دیگه نمیخوام ببینمت. راستی از اون رفیقتون چه خبر؟ کاوه رو میگی؟ آره. نگران درساش بود برگشت تهران. یعنی انقدر بچه درس خونیه که تا صبحم تحمل نکرد؟ رسوم بودی؟ اسکرم یکی تو ویلاست، درس فرنده زدم بیرون. دیوونه
که ماشین بهزاده. آره آقا موازه باش اومدی بالا گاف ندی. خب بابا چرا تمام چراغای ویلا رو شنگاشته بودی؟ من؟ مگه خودم موقعی که میرفتم همه چراغان هم خاموش کردن. یعنی چی؟ از کار کی بوده؟ چی؟ تمام چراغای ویلا روشن بود. نمیدونم. یا تو چیزیش نشده، با یه کرایه فرستمش تهران، نمیخواد تو نگران بشی. خب بهتر یلا این چه شده؟ مگه تو بینه نبودی؟ نه، یعنی آره. سلام. علیکه سلام. این داشتگاه رو چرا نمیدیدنش بیرون؟ فکر کنم به همون شک کرده، به خاطر هم نمیقا پا پیشمون میشه. اگه به شک کردنه که ما باید به اون گاف چرون شک کنیم. الو نگین، دیگه داری کفرمو در میاری. تو به من مدیونی؟ اگه به دادت نرسیده بودم که الان تو هولفتونی پوسیده بودی آشغال. پس تا اون روی سگم بالا نیمده، فردا صبح میری جنسا رو تحویل میدی. در زن گوش کن، در زن فکر دودر بازیم نباش. از مادر زاده نشده کسی که بخواد بهزاد و دودره کنه. من مطمئنم اون نگینی که دیشب واسهش پیغام گذاشته بود همون نگینیه که اون روز اینجا بود. صداش هم همونجوری تو دماغی بود. اگه انقدر احمق و ساده نبودیم باید میفهمیدیم، همون دیروز باید میفهمیدیم که این جک و این چرت و پرتا همش به اون است. اون حرومزاده ها تعقیبمون کرده بودن. هرچی هست با این پسر همدستن، از همون دیروز صبح هم تو خطمون بودن. معلومه تو کار مواده. آخه آدمی به سن و سال این با کدوم کاسبی حلالی میتونه به همچین دک و پوزی برسه ها؟ یارو مردی که مثل اینکه کارش داره تموم میشه، نمیخوام بفرستش بره؟ گور باباش. پس از طرف من ازش خداحافظی کنیم. باشه حتما. راستی شماره موبایل دوستتون چند بود؟ اسمش چی بود همونی که میگفتین زیاد دبی میره؟ هومن؟ من زودتر در وسط باز کنم دیرت نشه. باشه؟ آره هومن بود. شماره جدیدشو نداریم. آخه میدونی چیه، موبایلشو عوض کرد. ولی میگم بهت زنگ بزنه. خوبه؟ آره فکر خوبیه.
موبایل هومنه. نداز فکر کنم دوباره تماس گرفته. الو. بله. سلام ندا، از دبی تماس میگیری؟ برگشته تهران. اونجانم. بله. نه منم یه هفته ای هستش که از هومن خبری ندارم. بله. میدونم اومدیم شما. الو. نه متاسفانه خبری ازش ندارم. نه اینجا نیستش. باشه اگه خبری شد میگم که با تو تماس بگیره. باشه حتما حتما. خداحافظ. میگه سابقه نداشته دو روز بهش زنگ نزنه. من اینجا نمیمونم. کسی از این ویلا بیرون نمیره. ولی من فردا امتحان دارم. عوضی تو موقعیت رو به فکر امتحانتی؟ امتحان سرم رو بخوره. با این روی یکی من دارم معلومه چی عذاب در میاد. همه ترسن نگنه بابام که اگه تو فردا پیدا نشه گوشون کشی را میندازن. خیلی خوب. بذاریم ببینیم چه خاکی باید به سر رو برزیم. با این وضع احوال روحی که ما داریم کسی بخواد 4 تا سوال از ما بکنه همه چی لو میره. همه اینا بهانه است. تو از این میترسی که از ما بری پیش پلیس. حقم داری. پات از همه بیشتر گیره. پس منم بدبخت چه غلطی بکنم که هفته دیگه عروسی به ها؟ هرچی بیشتر اینجا بمونیم بدتر میشه. من میرم. تا همینجا هم چوبه هم آقای تایی تو رو داریم میخوریم. بسیز بزن اگه راحت میشی بزن. شما هم بیا بزنین. بیا دقیقه دلتون رو سر من خالی کنیم. بیا لعنتی بیا بزن.
میکنین؟ سلام. بچه ها کجا؟ من اصلا نمیفهمم شما چی میگین. یعنی اصلا تلفنم بهتون نزده؟ شما نامزدشین، به ما زنگ بزنید. آخه چند روز پیش دعوامو شد، میترسم به خاطر تنبیه منم که شده خودشو نشون نده. آمس شما نگرانشین، اگه خبر داشتیم از این چرا نمیگین تا پریروز با شماها بوده؟ ببینین همسایه‌شون دیده که شما با ماشین سراغ اون رفتی. با ما بود، یه چرخی تو خیابون زدیم ولی شما نیومد. پس من چه خاکی تو سرم بریزم؟ چاره‌ای ندارم جز این که شدنشو به پلیس خبر بدم. رفت. هیچ میدونین اگه خودمون به جرمون اعتراف کنه مجازاتمون کمتره؟ شما لعنتی ها باور نکردید. اون شب لعنتی که داشتین تو اتاق اون بلا رو سر اون من می آوردین، من از تو بالکن از لای درخت ها یه لحظه آتیش سیگار این نفر رو دیدم. پس چرا معطلین لعنتی ها؟ باید بریم. کجا؟ جایی که از اول باید میرفتیم. فرید، همچور سامان، کاوه. خب فرمایش. من همایونم، از طرف بهزاد اومدم. احتمالا نمیدونید که بهزادو گرفتن. اه؟ باش خبر باشیم. خب حالا چه کاری از دست ما ساخته است؟ نکنه که میخوای بریم مثلا زندون درش بیاریم آزادش کنیم. سو وات، تو اصلا شکل این حرفا هستی؟ منو فرستاده که باهاتون یه معامله ای بکنم. میگم آقا بهزاد تو زندونم دست از معامله بر نمیدارن نه؟ اون فقط خط میده، طرف حسابتون منم. خیلی خوب بابا، چرا زودتر نمیری سر اصل مطلب؟ موضوع چیه؟ تجربه نشون داده که این دور و ورا چشم و گوش داره.
خیالتون تخت. اگه من از اینجا دست خالی برگردم اون که تون میده شما این. تون بدیم خیلی بهتر از اینی که ریخته تون بهزاد عوضی رو ببینیم. آشغال! آهای! کشتن یه آدم کم چیزی نیست. به نفعتون بود با شاهدش کنار بیاید. اگه سر عقل اومدیم به هم زنگ بزنید. See you later! خدای من. بدبخ شد. ما همه چیز دیده. من میگم فلنگو ببندیم و از کشور بزنیم بیرون. بالاخره یه گوشه دنیا میتونیم خودمونو گم و گور کنیم ها؟ بهتون گفتم گنده این قضیه در میاد. نگفتم لعنتی ها. گفتم اون شب یکی رو بین درخت ها دیدم. بس شما عطلی به جمعی بعد از این جهنم بزنیم بیرون. بدویم که میدونین اینا مال کیه؟ هومن گرامی رو میشناسین؟ بله چطور مگه؟ یه نفر با کارت شناسایی تو جیبش اینا رو تحویل یه قهوه خونه کنار جاده داده و ازش خواسته که ما رو در جریان قرار بده. آه بله بله اتفاقا نامزد هومن گفته بود که چند روز غیبه سده. چطور خبر شده؟ شما نگران نشدین؟ خب چرا؟ مگه میشه نگران نشیم؟ یه زنگ به نامزدش نزدین ازش سراغشو بگیرین؟ اتفاقا به خاطر همین داشتیم برمیگشتیم تهران چون فکر میکردیم که تا الان خبر شده باشه ازش. مطمئنن اگه تا الان ازش خبر میشد نامزدش به شما خبر میداد. البته قبلا هم اتفاق افتاده بود که ما یه مدت از هومن بی خبر بمونیم. ولی پیش نیامده بود کسی به شما بگه غیبش زده. یعنی اون کسی که این وسایل رو آورده پیش شما بلای سر هومن آورده؟ شما فکر میکنید که خیلی زرنگی. اشکال از منه که مدارک من از کامل نیست شما رو به حرف بیارم. بازم میبینمتون رفقای خوب. اگه تو اون شب اینا رو چال نکرده بودی؟ به جون مادرم من همه چیز چال کردم. چرا حالیتون نیست؟ یکی داره ماما بازی میکنه. همونی که اون شب زاخسی همونو چوب میزد. یعنی میگین اومدن حیاتو کندن و ما خبردار نشدیم؟ بیفایده است. رو دست خوردیم. ما لو رفتیم. مگه کیسه رو اینجا چالش نکردیم؟ باید به این یارو کنه زنگ بزنم. چی کارش داری؟ شما نفهمیدی موضوع چیه؟ ها؟ بهزاد اون شب همه چیز دیده. بعد اومده وسایل هومن رو برداشته برای تهدید ما فرستاده پیش پلیس. همین. پس با این حساب اگه زیر بار معامله کذایشون نریم دخلمون اومده. دقیقا همینه.
با این حواس جمع شما اون شب بر بهزادم اونقدر سخت نبود که از کارتون سر در بیاره. با این کارتون حال نکردم. بایزه کی اومد این ویلا؟ به شما رفقای خوب نمیاد که از یه سورا دو بار گزیده شید. اون کاپشن شیرین کاری تو بود ها؟ نه، یه هدیه بود از طرف بهزاد. حالا بی خیال میخواستم ببینم اهل معامله هستین یا نه. داود معامله نشجات. آره خوشم اومد زدی تو خال. شما رفقای خوب راسته کار ماییم. نه ترس و کل خر، مثل ما هم بلدیم پلیسا رو دست به سر کنید. آفرین. حالا اگه دوست داشتین میتونین بهم زنگ بزنین، آدرس رو بهتون بدم. Goodbye. See you later. مبارکه، خلافکارم شدین. چشم مادرم روشن. اگه بهش خبر برسه که ناس پسرش به جای کنکور با قاچاقچی میپره، از خوشحالی بال در میاره. چیه؟ دوست دارین که پلیس برگرده و خفتمونو بشسبه؟ بابا سوارشیم بریم دیگه. باید ببینیم به جرم قتل بریم زندان بهتره یا به جرم قاچاق مواد. اگه نشنیدی اون کنه چی گفت ها؟ امشب قرار بود یه معامله مواد سر بگیره. خب حالا که بهزاد دستگیر شده، لابد باندش هم تحت نظره دیگه. کسی هم جرأت خلاف نداره پسر گلم. طرفای معامله شون هم اگه بفهمن که بهزاد لو رفته، به معامله تن در نمیدن. اون وقت این وسط چه چیزی بهتر از 4 تا جوان بدبخت که آتو دست اونا دارن؟ انتخاب دیگه هم ندارن. چاره نیست. باید قبول کنیم.
میگم تویی؟ سلام غذا. تو کجایی فرید؟ چه فرقی میکنه؟ مامورا اینجا بودن، همه خونه رو گشتن، کلی از همو سوال جواب کردن. من باید دوستامو پیدا کنم. چی میگی فرید؟ دوستاتو گرفتن دیگه، دوستی در کار نیست. دروغ میگی. اگه باور نمی کنی به موبایلشو زنگ بزن ببین کی بر میداره. من اگه خودمو معرفی کنم منتظر من میمونی؟ الو الو برکن بابا میخوام باشم. الو با تو هم منتظر من میمونی؟ بذار باشم. الو با تو هم جاشه همون نمیدی؟ میگم منتظر من میمونی؟ جلش که جواب منو نمیده. اومد به خودمون نامردیستیم، به خود هممون دوست داشتیم، نخواستیم بهت کمک کنیم. نادر، سامان، اومد